خواهرم رفت پدر جون. اول مامان رفت، بعدم شما، الانم خواهر. از دست همتون خیلی ناراحتم. شما دختر کوچولوتون رو تو این دنیا تنها گذاشتین. من الان تو این خونه مثل روح تنهایی میچرخم. چی کار کنم؟ کجا برم؟ هیچی نمیدونم. دیگه هیچ میلی به زندگی ندارم. شما کار خوبی با هم نکردید. چرا تو این دنیای منفعت طلب و خودخواه دختر کوچولوتون رو تنها گذاشتی؟ چرا؟ چرا؟ خوبه باشه مسجد، علی خوبه، ممنون، خداحافظ. بله آره، اومدم بگم که کارای سومو کردم و مدا هم هماهنگ کردم، قضارم جور کردم و به مسجدم گفتم. یکم کار دارم برم انجامشون بدم، شب میبینمت. خیلی خیلی ازت ممنونم آقا آصف، خدا حتما جواب این خوبیاتو میده. فعلا. چی کار میکنی خانم کوچیک؟ من الان چطوری مثل غلامت حاضر بشم؟ ولی ببی بالاخره که اومدی. آره داشتم از اینجا رد می شدم، گفتم شمارم ببینم. باید باهات حرف بزنم دل نواز. حتما بگی چی شده دل نواز. تو قلبم خیلی آشوبه. من به آصف گفتم که اینجا نیاد، اون برام خیلی فداکاری کرده، اون عاشقمه، ولی من دلشو شکوندم، بهش گفتم اینجا نیاد. اونم دیگه هیچ رابطه ای با هم نداره، ولی من خیلی نگرانم، از عذاب وجدانم دارم میمیرم. بعضی وقتا خلاص شدن از عشق برات میشه عذاب. ولی شما چرا اینطوری میگی؟ هیچ مشکلی که سر راه عشق شما نیست خانم کوچیک. تو این عشق بزرگترین مانع خودم هم دل نواز. فکرم، آبروی خانوادم، حرف مردم محل، اینا مانع نیستن. ولی خوب آقا آصف که خیلی دوستتون داره، میخواد با هاتون ازدواج کنه، میخواد با عزت و احترام عروسی کنه و ببرتتون خونش. مردم چی میگن دل نواز؟ که تو خواهر بزرگ رفت، خواهر کوچیکه مدل زندگی کردنش رو عوض کرد، خودخواه شد، به جای خدمت به مردم ازدواج کرد. نه ای بابا خانم کوچیک، خودخواهی کجا بود؟ یادتون رفته؟ خودتون به حضرت بیبی گفتید که پدر جانتونم ازدواج کرده بود. همه زندگیش هم مثل آدمای معمولی گذروند، به انسانیتم خدمت کرد. یادتونه که؟ آره خوب یادمه، ولی تو جامعه ما اصول زندگی مرد و زن با هم فرق داره. اینجا زنا نمیتونن برای زندگیشون تصمیم بگیرن، مجبورن. اجبار که سرنوشت همه دختراست، چه انسان باشه چه جن باشه. باشه پس به آقا آصف بله رو بدین. ببینین خانم کوچیک،
حرف و حدیث که همیشه هست، ولی معلوم نیست عشق چند بار در خونه آدمو بزنه. جدایی از عشق خیلی خیلی سخته.